با درود خدمت دوستان گرامی، من فرهاد کاشانی هستم و این برنامه راجع به هواپیما و ژیروکوپتر خواهد بود. ژیروکوپتر رو خیلی وقت پیش یکی از من پرسیده بود، اون موقع هیچ نوع اطلاعی راجع به ژیروکوپتر نداشتم، اینی که جواب سربالا دادم، یعنی گفتم نمیدونم. ولی الان یه دفعه من وقتی یه چیزی بهم میکنم دیگه میرم مطالعه میکنم، ویدیوهاشو نگاه میکنم، مشخصات فنی از این اون بپرس. خلاصه الان اطلاعاتم راجع به ژیروکوپتر خیلی بهتر از سابقه، ولی هنوز سوار نشدم. علتش هم اینه که در اطراف اینجاها پیدا نکردم. اینجا زمین خالی که رو سقفش فرودگاهی چیزی نباشه وجود نداره. اینه که خیلی نظم و ترتیب داده شده است. با یه هواپیمایی مثل ژیروکوپتر که بخواهی بس خود بچرخی یا گلایدر اینا باید یه صدمالی حداقل بریم اونورتر، تازه اگه اونجا باشه. تو جنوب کالیفرنیا پیدا کردم ولی اینجا نه. ولی بتون به طور ساده بگم برای دوستانی که حالا یا پرسیده بودن یا ممکنه شنیده باشن بخوان علاقه داشته باشن، ژیروکوپتر یه وسیله است که یه پروانه در عقبش داره که به موتوری وصله، هواپیما رو به جلو فشار میده. یه ملخی در جلو داره که این ملخه رو معمولا نگاه کنید یه ذره سربالاست، یعنی مثل ملخ هلیکوپتر هست، ولی هلیکوپتر خب صافه، میتونه زوایای مختلف بشه، ولی اصلا شروع کارش یه مقدار سربالاست. اینو در نظر بشه که این که سربالاست خلاص میچرخه، اونی که عقبیه با موتور هواپیما رو به جلو فشار میده و وقتی که شما رو زمین راه میفتید یا ترمز اون ملخ بالا رو ول میکنید، اون ملخ شروع میکنه با بادی که داره بهش میخوره و بادی که داره زیرش جمع میشه از رو به رو شروع کنه چرخیدن تا دور موتورش به اندازه میرسه که میتونه از زمین بلند شه و با اون موتور پوشرش ادامه بده به پرواز. و خیلی جالبه که مثلا این ژیروکوپترا استال نمیکنه. این خیلی مسئله جالبیه. یه حالت خیلی بد داره که میتونه براش بد باشه، اونی که خلبان زیادی ملخ رو سرازیر کنه و باد روبرو اینجاست، این هواپیما ملخ روبرو بشه که این ملخ بالا بشه که اینجوری باشه، انقدر کج شده باشه اینجوری بشه و سرعت ملخ به صفر برسه، در نتیجه یه دفعه میتونه بیفته. ولی دارت نرمال به نظر میرسه که عملیات عادی هیچ اذیتش نمیکنه. به هر حال به زودی براتون ویدیو میذارم، حالا از یه جایی از این مملکت که پیدا کنم. اگه سوالاتونو قبلا فرستاده باشین خوبیش اینه که وقتی میرم سوار میشم هم میتونم از استادای مربوطه سوالا رو بپرسم، هم میتونم ببینم اون چیزی که شما میگین چیه، کجاست. به هر حال دارم بهتون میگم که ژیروکوپتر فصل بعدیه داره میاد، براش حاضر باشید. میدونم تو ایران هست، میدونم خیلی دوستان و حتما باش تخصص دارن. و یکی میگم یه نفر سوالی کرده بود که اون موقع من واقعا فکر میکردم ژیروکوپتر هم بالاشون موتور دارن پشتشون، اصلا فکر نمیکردم که موتور با یعنی ملخ بالایی خلاص میچرخه، ولی این برام خیلی جالب بود. خب از این که بگذاریم برگردیم به هواپیمای الکتریکی. هواپیمای الکتریکی ولیس، اولین هواپیمای الکتریکی در دنیا که در ایسا یعنی یوروپین سپیس هرچی که هست اپروف شده و اولین هواپیمای الکتریکی دنیاست که در امریکا هم FAA اپروفش کرده. شاید دو ماهی از این موضوع بیشتر نمیگذره. بنابراین تعداد کسانی که الان در امریکا بتونن ادعا کنن هواپیمای الکتریکی پرواز کرده باشن بسیار کمه، برای که هواپیما تازه تصویب شده. در مورد قیمتش دوستان پرسیده بودن، از خود نمایندهش به من گفت 150,000 دلار، ولی توی یوتیوب اینا که نگاه میکنم 200 در این حدود هم دیدم. حالا شاید 150 تا شامل شارژرش نمیشه، شامل خیلی چیزا نمیشه، ولی 200 شامل خیلی چیزای دیگه میشه. همونطور که بهتون گفتم دوره موتور نداره، یعنی دوره موتور فکر یه دوره موتوری داره ولی یادم نیست که دوره موتور چیه، مال ملخ بالاست یا ملخ پشت سر. ولی میگم ملخ با ژیروکوپتر دیگه دوره موتورش در واقع واتی است که نشون میده، انرژی وات پر آور یا در وات در ساعتی است که ملخ جلو داره مصرف میکنه. فکر کنید که این جمعاً 22 وات. اگه مثلا شما
با 22 وات بخواید برید تمام مسیر رو، یعنی یک ساعت میتونه پرواز کنه. ولی موقع بلند شدن میخواین زودتر از فرودگاه بلند شین که اگه موتور خاموش شد جای دور زدن و برگشتن داشته باشید. برای همین یادمه که مثل که وات بلند شدن در حد 57 کیلووات ساعته، شب برای یه دقیقه دو دقیقه تا بلند میشین بعد میارید اون گازو کم میکنید 40 وات قرار میدید، باز یه ذره دیگه میرید به سرعت کروز که رسیدید میکنیدش 20 کیلووات در ساعت. 20 کیلووات در ساعت یعنی چیزی که اگه از اول با اون رفته باشین بیشتر از یک ساعت میتونید باش پرواز کنید، چون 22 کیلووات ساعت شارژ داره. شارژر خیلی بزرگی باش میاد، یه متر در یه متر در یه متر تقریبا باکسشه و در ظرف یک ساعت و نیم حدودا میتونه برای یک ساعت پرواز در یک ساعت و نیم شارژ بشه. اینم از این باتریاش گفتم، یکی جلوه یکی عقب، هر دو با لیکوید یا مواد مایع خنک میشن، احتمالاً آب و گلایکول از این ضد یخ. و سیستم جلو و عقب دو تا کار میکنه، یکی اینکه بالانس هواپیما رو نگه میداره که وزن هواپیما بالانس باشه، یکی دیگه اینه که اگه یکیش کامل خراب بشه اون یکی میتونه هنوز ادامه بده و اجازه بده هواپیما پرواز کنه. بنابراین اون سیستم ریلایبیلیتی و قابلیت اطمینانش رو اینجوری درست کردن که دو تا سیستم مستقل جلو و عقب، یکیش آتیش بگیره خراب بشه هرچی بشه اون یکی میتونه به کارش ادامه بده. بقیه چیزاش کم و بیش شبیه هواپیمای معمولیه، فلپاش یه ذره بد جاییه از ذره که دی دادن داشته باشه که چی کار داره میکنه. تریمش و فلپش در برای خلبان طرف دست راست یه ذرم عقب، همچین دسترسی و نگاه کردن بهش مشکل. پروازش بسیار آرومه از ذره که لرزش نداره، لرزش هایی که موتورها معمولا در هر وسیله دارن مثلا الکتریکی ندارن، برای همین خودش خیلی لرزش کمتر، آرومتر و طبعا بی صداتر هم هست. آیا میشه با این آموزش خلبانی یاد گرفت در امریکا؟ شدنش میشه ولی یه محدودیت هایی هست. اولا که خود چیزها توصیه میکنن که آقا شما با گواهی یا پرایوت بگیرید، گواهی خصوصی، یا گواهی LSA برای هواپیمایی که دو سرنشین و 600 کیلوگرم بیشتر وزن نداره. روی اونا اون وقت برید یه تخصص بگیرید که پرواز با هواپیمای برقی. اگه فکر نمی کنم FAA قبول بکنه کسی بره فقط با هواپیمای برقی از اول تا آخر بخواد دورش رو ببینه. اولا LSA فکر میکنم پرواز کراس کانتری نداره اگه اشتباه نکنم، تو تستش نداره، میخوان شما یه مقدار پرواز کرده باشید. ما تو ایران که تست دادیم که از ما کسی کراس کانتری نخواست. بنابراین ممکنه که بشه با گواهی نامه LSA فقط آدم بره یه 10 ساعت چقدر پرواز کنه که با این هواپیما تصویب بیاره بگیره، اندورسمنت بگیره. اندورسمنت اینه که یه خلبانی که برای این کار گواهی داره یا خودش اندورسمنت داره میاد توی لایک بوک شما می نویسه که آقای فرد گاشنی با موفقیت مثلا 7 ساعت با ما پرواز کرد و به نظر من میتونه خودش تنهایی پرواز کنه. این خیلی اهمیت داره. مثلا از نظر ما ایرانی ها ممکنه این که آقا لایک بوک اندورسمنت یعنی چی، این که مثلا ارزش نداره هر کسی میتونه. نه ارزش داره، برای اینکه اگه شما شاگرده آقای فرد گاشنی ثبوت کنه میرن خیلی معلمه رو میگیرن باش مصاحبه میکنن، حالا نمیگم زندانش میکنن، مصاحبه که میکنن خب آقا این چجوری بود پروازش، شما چجوری بهش اجازه دادی، این که مثلا این اشتباهی خیلی مهلکی کرده و این حرفا. برای همین اندورسمنت خیلی چیز مهمیه در امریکا و یه سری چیزها رو شما گواهی نامه میگیرید، یه سری چیزها رو اندورسمنت میگیرید. اندورسمنت میگیرید که مثلا هواپیمای دو موتوره پرواز کنید، اندورسمنت میگیرید که نمیدونم خیلی چیزای دیگه رو، با اندورسمنت کارش تمام میشه. اینم فکر میکنم باید یک هواپیمای معمولی رو بگیرید الکتریکی بشه اندورسمنتتون. اگه بخواید از اول بگید من میخوام الکتریکی یاد بگیرم چون آسون‌تره فلان اینا، فکر نمیکنم که به شما گواهی نامه‌ای بدن که فقط با الکتریکی کار کرده باشی، برای اینکه با همون، البته خب با اونم میشه گفتش که شما فقط با الکتریکی پرواز کردی بخوای حالا با بنزینی پرواز کنی باید بری اندورسمنت بگیری
تو همون اندورسمنت اون خلبانی که باید به شما بده چیزو تا 10-20 ساعت پرواز نکنیم یا اصلا بلد نیستی، مثل که قبلا اصلا راجع موتوری چی نمیدونی، موتور چجوری چک کنی، چجوری تست کنی. بنابراین اینا هنوز یه سری مشخص نیست، ولی فکر میکنم که اگر فقط با این بخواید پرواز کنید یا آنها بگیرید، باید برای هر چیز دیگه یه اندورسمنت داشته باشید. یکی از این متخصصین هواپیما که برنامه تلویزیونی هم داره، ویدیویی داره تو یوتیوب، بعد از پرواز ادعا کرد که آقایم به در آموزش در امریکا نمیخوره که چون پرواز معمولی آموزشی یه ساعته باش میشه انجام داد، ولی کراس کانتری رو نمیشه انجام داد. که خب منم عقیدم همینه، به محض اینکه اینا پروازشون به 2 ساعت و نیم پرواز مفید برسن، یه مسئله کراس کانتری هم حله. البته حالا کراس کانتری یه چیزه، اینه که اگه این هواپیما بخواد از کالیفرنیا بلند شه بره فلوریدا، آیا میتونه با توجه به اینکه چارجری در وسط راه نیست و کار پیچیده‌ای میشه، به هر حال کار آسونی نیست. ولی خب بعضیا مثل خود من این چالش‌ها رو دوست دارم. من اگه بدونم که آقا مثلا یه جوری هست که میشه رفت، هرجم 2-3 ساعت فلان جا باید بری بشینی اونجا منتظر باشی شارژ کنی، از اون چالشش خوشم میاد، شاید من این کارو بکنم. ولی خیلی ها دوست دارن هلو هلو برو تو گلو باشه، اونطوری ممکنه کار یه ذره آسون نباشه. آیا پرواز دیگه ای خواهم کرد الکتریک؟ من دوست دارم چه این الان یه بار پرواز کردم، حالا راجبش فکر کردم، سوالات تو مغزمه، دوست دارم حداقل یه بار دیگه پرواز کنم که سوالامو بپرسم آقا این اگه اینجوری شد چجوری میشه، اونجوری شد چجوری میشه. اینه که احتمال داره حالا دوباره یه بار دیگه، یه ماه دیگه، دو ماه دیگه پروازی برم بکنم. دوستانی که پرسیده بودن آقا این کشورهایی که نرفتی چی شد، 3 تا کشور نرفتی، کلا اونا رو من گشتم کنار، اصلا نراجعش فکر میکنم، نمیخوام برم، برای که شرایط سیاسی و این چیزاشون هیچ کدوم درست حسابی نیست. بنابراین اصلا هیچ، میخوام مسافرت برم، این همه جای دنیا هنوز جای ندیده، نه کشور ولی منطقه ندیده زیاد وجود داره. یا مثلا دوست دارم برم نپال پروازی رو بگیرم که اورست رو نزدیک ببینم. گفتم اون روزی که من نپال بودم 3 روز پشت سر هم رفتم، هواپیما سوار شدم، دور نپال هم رفتیم، دور اورست هم رفتیم، ولی اورست رو ندیدیم چون هوا مه بود. جز اون کاسه آرزوها یا باکت لیست من هنوز هست که برم اون کار هم بکنم. بنابراین اگه بخوام خارج برم یه سری از اون اولویت های وجودی وجود داره. اگه بخوام داخلم که یه پارکاری در نظر دارم که به زودی برم ببینم. و همین دیگه، خوب و خوش باشید.